در این درس به بررسی و تعریف مفهوم .NET Framework میپردازیم. قبل از هر چیز بهتره که تعریف دقیقی از کلمات Framework یا چارچوب و همچنین پلتفرم ارائه بدیم. در تعریف .NET میتونیم بگیم که چارچوب .NET یک پلتفرم جدیده که توسط مایکروسافت برای طراحی و توسعه نرم افزار ایجاد شده. نکته جالبی که در این تعریف وجود داره ابهام زیادیه که در این تعریف به کار بردیم، اما برای این کار دلیل خوبی هم داریم. برای شروع توجه کنید که در این تعریف نگفتیم طراحی و توسعه نرم افزار برای سیستم عامل ویندوز، اگرچه مایکروسافت چارچوب .NET رو برای اجرا روی سیستم عامل ویندوز منتشر کرده، به زودی نسخه های دیگری از این چارچوب رو مشاهده میکنید که بر روی سیستم عامل های دیگه مثل لینوکس هم اجرا میشن. یکی از این نسخه ها مونوه. مونو یک نسخه متن باز از چارچوب .NET که شامل یک کامپایلر C# هم هست که برای سیستم عامل های گوناگونی مثل نسخه های مختلف لینوکس و مکینتاش منتشر شده. به علاوه میتونید با استفاده از نسخه فشرده این چارچوب به نام Microsoft.NET Compact Framework یا Microsoft.NET CF که زیر مجموعی از چارچوب .NET برای وسایل هوشمند مثل دستیار دیجیتال شخصی و یا موبایل ها هم برنامه بنویسید. چارچوب .NET یک چارچوب کلیه و محدود به زبان برنامه نویسی خاصی نیست. شما میتونید برنامه خودتون رو به هر زبانی که بخواید بنویسید. در این دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان ASP.NET تحت C# رو بررسی میکنیم. اما علاوه بر این زبان میتونید از زبانهایی مثل C++, Visual Basic، جاوا و حتی زبانهای قدیمی مثل کابل هم استفاده کنید. برای هر کدام از این زبان‌ها یک کامپایلر خاص .NET ارائه میشه. به وسیله این کامپایلر برنامه‌های نوشته شده به این زبان‌ها نه تنها میتونن با چارچوب .NET ارتباط داشته باشن، بلکه میتونن با برنامه‌های زبان‌های دیگه که تحت .NET نوشته شدن هم ارتباط داشته باشن. برای مثال یک برنامه که به زبان C# نوشته شده به راحتی میتونه از کدی استفاده کنه که به زبان ویژوال بیسیک نوشته شده و یا برعکس. خب در ادامه توضیحات پروژه جدیدی رو ایجاد میکنیم. روی دکمه اوکی کلیک میکنیم تا پروژه ما ایجاد بشه. خب مواردی که تا کنون گفتیم سطح بالای تنوع در .NET رو نمایش میدن. این تنوع یکی از دلایلی که باعث میشه چارچوب .NET چنین دورنمای جذابی داشته باشه. پس دقت داشته باشید که .NET یک زبان برنامه نویسی، یک مدل برنامه نویسی مثل برنامه نویسی تحت ویندوز، یک نوع برنامه نویسی برای سیستم عاملی خاص مثل برنامه نویسی تحت ویندوز و یا مواردی از این قبیل نیست، بلکه .NET یک روش برای طراحی و توسعه نرم افزاره که به وسیله مایکروسافت معرفی شده و میتونه در تمامی مواردی که در بالا ذکر شد مورد استفاده قرار بگیره. یکی از اجزای اصلی چارچوب .NET کتابخانه کلاس اونه که میتونید از اون در برنامه‌های خودتون استفاده کنید. کتابخانه کلاس یا کلاس لایبرری یک مجموعه از توابع و کلاس هاست که برای انجام امور مختلف مورد استفاده قرار میگیره. برای مثال یک کتابخانه کلاس شامل توابعی برای کنترل ورودی و خروجی، استفاده از امکانات چاپ، کار با انواع مختلف شبکه‌ها و سایر موارده. این توابع و کلاس‌ها که با استفاده از تکنیک‌های برنامه نویسی شیگرا نوشته شدن در .NET به گروه‌ها و یا فضای نام‌های مختلفی دسته‌بندی میشن. خب بعد از باز شدن پروژه به قسمت دیزاین میریم تا بتونیم گروه نیم اسپیس ها یا فضای نام ها و همچنین کلاس ها رو بررسی کنیم. بعد از ورود به قسمت طراحی از منوی ویو گزینه فول اسکرین رو انتخاب میکنیم. با دو بار کلیک سریع روی سطح فرم وارد قسمت کد نویسی اون میشیم. دقت داشته باشید که در اینجا
فضای نام‌های مختلفی و همچنین کلاس‌های مختلفی رو مشاهده می‌کنیم. در نوشتن یک برنامه میتونید هر کدوم از فضای نام‌ها رو که احتیاج داشتید به برنامه اضافه کنید. برای مثال یکی از این فضای نام‌ها برای برنامه نویسی تحت ویندوز به کار میره، یکی دیگه هم برای برنامه نویسی شبکه مورد استفاده قرار میگیره و فضای نام دیگه‌ای برای برنامه نویسی تحت وب استفاده میشه. بعضی از این فضای نام‌ها خود به فضای نام‌های کوچکتری تقسیم میشن که برای کاربرد خاصی در اون قسمت استفاده میشن. برای مثال فضای نام برنامه نویسی تحت وب شامل یک فضای نام کوچکتره که برای نوشتن سرویس های تحت وب به کار میره. باید توجه داشته باشید که تمام سیستم عامل ها همه توابع موجود در این فضای نام ها رو پشتیبانی نمی کنن. برای مثال یک دستیار دیجیتال شخصی از توابع اصلی چارچوب .NET پشتیبانی می کنه، اما یک سری از توابع که در این وسایل کاربردی ندارن به وسیله اونها پشتیبانی نمیشن. بخش دیگه ای از چارچوب .NET یک سری نوعهای داده‌ای ابتدایی رو تعریف میکنه. انواع داده‌ای برای نگهداری اطلاعات یک برنامه در طول اجرای اون مورد استفاده قرار میگیرن. انواع داده‌ای که در این قسمت از .NET تعریف میشن به صورت بسیار پایه‌ای هستن، مثل عدد صحیح علامتدار 32 بیتی. انواع داده‌ای پیشرفته تری که در زبانهای برنامه نویسی مبتنی بر .NET مثل سی شارپ یا ویژوال بیسیک وجود دارن باید بر اساس یکی از انواع داده‌ای تعریف شده در این قسمت از چارچوب .NET باشن. این مورد باعث هماهنگی بین زبانهای برنامه نویسی میشه که از چارچوب .NET استفاده میکنن. این قسمت از چارچوب .NET باشن. این مورد باعث هماهنگی بین زبانهای برنامه نویسی میشه که از چارچوب .NET استفاده میکنن. در این قسمت از چارچوب .NET سیستم نوع داده‌ای عمومی و یا به اختصار CTS نامیده میشه. علاوه بر کتابخانه کلاسی که ذکر شد، چارچوب .NET شامل بخشی به نام زبان عمومی زمان اجرا و یا به اختصار CLR. این بخش از چارچوب .NET که مهمترین بخش اون هم محسوب میشه، مسئول کنترل و مدیریت اجرای تمام برنامه‌هایی که با استفاده از کتابخانه کلاس .NET نوشته شدن. نوشتن برنامه با استفاده از چارچوب .NET به معنی نوشتن کد به هر کدام از زبان‌هایی که توسط .NET پشتیبانی میشن با استفاده از کتابخانه کلاس .NET. همونطور که گفتیم در طول این دوره آموزشی از محیط طراحی مجتمع ویژوال استودیو یا IDE برای طراحی و برنامه نویسی استفاده میکنیم. مزیت استفاده از این محیط اینه که میتونید به راحتی از ویژگی هایی که در بخش های قبلی از چارچوب .NET معرفی کردیم استفاده کنید. کدی که شما برای نوشتن برنامه ها در طول این دوره آموزشی استفاده میکنید کلن به زبان سی شارپ و XML، اما در طول برنامه ها از چارچوب .NET و همچنین از یک سری ویژگی ها و ابزارهایی که محیط ویژوال استودیو در اختیار ما قرار میده استفاده میکنیم. یک برنامه که به زبان سی شارپ نوشته شده قبل از اجرا باید به کدی تبدیل بشه که برای سیستم عامل قابل فهم باشه. به این کد کد محلی میگن. تبدیل یک کد از هر زبانی به کد محلی که برای سیستم عامل قابل فهم باشه رو کامپایل کردن میگن و عملیه که به وسیله کامپایلر انجام میشه. در چارچوب .NET این بخش از دو مرحله تشکیل شده.